نوزدهمین روز تیر ماه برابر با 10 ژوئیه سال 1305 خورشیدی برابر با 1926 میلادی، آغاز انتشار روزنامه اطلاعات در تهران. روزنامه اطلاعات که عصر روز یکشنبه پا به عرصه مطبوعات ایران گذاشت، قدیمی ترین روزنامه ایرانی است که هنوز هم منتشر می شود. این روزنامه که نخست در یک اتاق کوچک در عمارتی کهنه در خیابان علاءالدوله یا همان فردوسی امروز متولد شد، توسط عباس مسعودی که کارش تهیه و تنظیم خبرهای سیاسی و حوادث روز برای نشریه‌های گوناگون آن دوران بود، دایر گردید و 3 سال بعد سرپرست آن از وزارت معارف درخواست امتیاز تأسیس روزنامه نمود و این چنین بود که با گرفتن این مجوز نخستین شماره روزنامه اطلاعات انتشار یافت. اطلاعات در آغاز یک روزنامه 2 صفحه‌ای با تیراژ 500 نسخه بود که توسط مدیر روزنامه و 2 نفر دیگر اداره می شد. اما به تدریج این مرکز گسترش یافت و با گذشت زمان محدوده کارش از انتشار یک روزنامه بسیار فراتر رفت، تا آن حد که به صورت یکی از بزرگترین مؤسسه های فرهنگی خاورمیانه درآمد. این روزنامه امروز به عنوان نخستین مبتکر توزیع روزانه از طریق پست در محل مورد نظر مشترک و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناخته می شود که با بیش از 750 نمایندگی اطلاعات را تا دورترین نقاط ایران توزیع می کنند. پس از انقلاب 57 در ایران، مؤسسه های اطلاعات و کیهان بر اساس حکم دادستانی انقلاب مصادره شدند و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتند. سپس از اوایل سال 1359 نمایندگانی از سوی آیت الله خمینی رهبر مذهبی ایران برای اداره این دو مؤسسه بزرگ مطبوعاتی منصوب شدند. سال 1319 خورشیدی برابر با 1940 میلادی، ورود ایتالیا به جنگ جهانی دوم به عنوان متحد آلمان نازی. پس از آغاز جنگ جهانی دوم، موسولینی نخست وزیر ایتالیا حمایت خود را از آلمان اعلام کرد و 9 ماه پس از آن به فرانسه و انگلستان اعلان جنگ داد. 1 ماه پس از اعلان جنگ، موسولینی آشکارا ارتش ایتالیا را وارد صحنه‌های جنگ کرد و با ایجاد اتحاد محور به همراه آلمان به گسترده شدن ابعاد جنگ ویرانگر جهانی کمک نمود. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، کشف کودتای نوژه. کودتای نوژه که قرار بود از پایگاه هوایی شاهرخی یا همان پایگاه هوایی هور در شهر کبودراهنگ به فرماندهی کل سپهبد سعید مهدیون فرمانده سابق نیروی هوایی ایران آغاز شود، با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عوامل آن فاش شد. گفته می شود عوامل نفوذی حزب توده و سازمان مجاهدین خلق میان کودتاچیان جریان کودتا را به اطلاع مقامات رژیم اسلامی رساندند.